درباره نقش جیش العدل در پیشبرد خواسته مشروع مردم بلوچ در ایران گفتگو کردیم با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن آقای دوشوکی میگوید این نوع وکنش های خشمالو در درازمدت مدت کمکی به مردم بلوچ نمی کند با توجه به اینکه شیوه مبارزه مسلانه از جمله کشتار گروگانگیری و غیره باعث امنیتی تر شدن فضای سیستان و بلوچستان و برتری نیروهای نظامی به خصوص سپاه بر نیروهای دولتی و نیروهای بومی میشه بسیاری از علما و مردم بلوچ در منطقه معتقد هستند که این گونه حرکت های مسلانه اگرچه نوعی تخلیه خشم و عصبانیت هست بر علیه سیاست های جمهوری اسلامی اما در دراز مدت ثابت شده که متاسفانه هیچ گونه کمکی به مردم بلوچ نکرده است و به خاطر همین دلیل هم علمای اهل سنت این حرکت ها رو بخصوص حرکت حقیر گروانگیری رو محکوم کردند. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از این نوع حرکت یک بحانه ای پیدا میکنه تا مردم رو بیشتر سرکوب کنه و تمام مشکلات رو به صورت فرافکنی به کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه تلقی بده آقای دوشوکی میگوید مردم بلوچ برای پیشبرد اهدافشان باید در دراز مدت در کنار بقیه مردم ایران به مبارزات مسالمت آمیز مدنی ادامه دهند.